سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 ماه دلو سال 1393 هجری خورشیدی و 29 ماه جنوری سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. هشدار رئیس اجرائیه از برگزاری انتخابات بدون آمدن اصلاحات بنیادی. اصلاح نظام انتخاباتی برای ما به عنوان یک ارزش و به عنوان یک آرمان و به عنوان یک هدف بسیار بنیادی و اساسی مطرح است. تجاوز بر زنان در زندان زنانه قندهار از سوی گروه زندانیان مرکز تربیت و اصلاح. په ګروګان نیولي وه، په خونه کې ورسره وه، حتی تر دولسو بجو پورې تقریبا دا په خونه کې ورسره وه. نو هغه ال دا فاسده اداره موږ ته هم نه وه. جان باختره 23 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل. با متهم شدن ایران، سوریه و لبنان بعد از داشتن در حمله بر کاروان نظامی اسرائیل. مشروع خبرها. ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهد که بدون آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و نهادهای مدیریتی انتخابات هیچ انتخابات در کشور برگزار نخواهد شد. سخنگوی رئیس اجرائیه می‌گوید که یکی از پیش‌شرط‌های شریک شدن آنان در حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بنیادی در ساختار نهادهای انتخاباتی بوده است و بر این خواستشان پابند هستند. در همین حال کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید که جامعه جهانی هشدار داده است تا هنگامی که در ساختار انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان نیاید، یک دلار هم به انتخابات افغانستان کمک نخواهد کرد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. آوردن اصلاحات بنیادی در ساختار انتخاباتی افغانستان یکی از توافق‌های مهم دو رهبر حکومت وحدت ملی بوده است و در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی نیز بازتاب یافته است. اما با گذشت بیش از 4 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی، هنوز هم از آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی خبری نیست. یکی از پیش شرط‌های اساسی وارد شدن ما به حکومت وحدت ملی و یکی از پیش شرط‌های شکلگیری حکومت وحدت ملی بود، اصلاح نظام انتخاباتی برای ما به عنوان یک ارزش و به عنوان یک آرمان و به عنوان یک هدف بسیار بنیادی و اساسی مطرح است. بدون این اصلاح هیچ نوع انتخاباتی در افغانستان نمیتونه برگزار شود. سخنگوی رئیس اجرائیه میگوید که مقام‌های انتخاباتی با مدیریت نادرست انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود که افغانستان را به بحران بکشانند. به خاطر اینکه افغانستان را نه القاعده به بحران کشانید و نه هم طالبا و نه هم دشمنای بیرونی کشور، بلکه فساد در همه اداره مدیریت کننده انتخابات افغانستان را به جنگ داخلی و به یک بحران بسیار جدی مواجه ساخت. در همین حال کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان نیز بر آوردن اصلاحات بنیادی در قوانین و ساختار انتخاباتی کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که کمیسیون مشترک برخی از تعدیلات را در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی آورده است. و ما از این قانون تصویب شود دیگر کمیسیون شکایت ما نداریم. کمیسیون شکایت 120 روز پیش از هر انتخابات ایجاد میشه و یک ماه بعد از اعلان نتیجه نهایی انتخابات اون حل میشه به صورت اتومات. دیگه این کمیشنران نیست. و دوم در قسمت کمیسیون انتخابات هم عین قضیه است. طبعا قانون که به تصویب برسه مسئولین حکومت وحدت ملی مکلفن بر مبنای قانون مجددا کمیسیون ایجاد بکنه. کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان میگوید که هرگاه اصلاحات در نهادها و ساختارهای انتخاباتی به میان نیاید، جامعه جهانی یک دلار هم به انتخابات افغانستان کمک نخواهد کرد. ملل متحد هم که در واقع تمویل کننده پروسه انتخابات است، اونا هم گفتن تا زمانی که اصلاحات در ساختار انتخابات به وجود نبیاید ما به هیچ وجه حتی یک دلار هم نداریم که به افغانستان کمک بکنیم، چون اونا نمیخواهند که پیسه خود به دریا بندازه. برخی از نهادهای ناظر نیز خاموشی حکومت را درباره آوردن اصلاحات در ساختار انتخاباتی افغانستان و ایجاد کمیسیون در این باره پرسش برانگیز می‌دانند. 3 ماه یا 4 ماه گذشته زمانی بود که حکومت وحدت ملی میتونست حداقل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تأسیس بکنه، ولی متاسفانه ما دلیلش را نمی‌فهمیم که چرا حکومت در زمینه هیچ اقدامی نکرده.
در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی آمده است که پس از ایجاد حکومت به گونه بیدرنگ در کمیسیون انتخاباتی اصلاحات بنیادی به میان آید. اما این موضوع آهسته آهسته به فراموشی سپرده شده است. در همین حال شماری از آگاهان بدین باور هستند که بدون آوردن اصلاحات بنیادین در کمیسیون انتخاباتی بی باوری مردم نسبت به انتخابات از میان نخواهد رفت. از سوی دیگر دروازه های شوراهای ولایتی در بیش از نیم از ولایت ها امروز بسته شدند. مقام های شوراهای ولایتی می گویند که در واکنش به تعدیل قانون انتخابات و سلب حق نظارت آنان از سوی مجلس نمایندگان درهای شوراهای ولایتی را بستند. اعضای این شوراها تعدیل در قانون انتخابات را شتاب زده می خوانند و از رئیس جمهور می خواهند که تعدیلات مجلس نمایندگان را در قانون انتخابات توشیح نکند. عابد جوینده گزارش می دهد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه قانون انتخابات را تعدیل کرد و حق نظارت را از شوراهای ولایتی گرفت. شوراهای ولایتی بسیاری از ولایت‌ها در واکنش به این اقدام دفترشان را بستند. تاکنون شوراهای ولایتی هرات، کندهار، نیمروز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بدخشان، لوگر، نیمروز، پروان، زابل، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان بسته شدند. اگر حق نظارت از شورای ولایتی گرفته شود، مانند جسمی است که روح داشته نباشد. متاسفانه وکلای پارلمان با نهایت بی‌شرمی این کار کردند. در هر وقت پوری چه دغه واک مونږ ته به تر نه کړل شي، د ننګرهار ولایتی شورا درازی به دولت پر مخ تلل شوی. شماره دیگر از شوراهای ولایتی هشدار می‌دهند که اگر قانونگذاران تعدیل در قانون انتخابات را بازنگری نکنند، آنان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. اون به خپل ټلیفوني ارتباطات او د ایمیل او د فیسبوک له لارې به خپل ټول افغانستان شموله مجلس را غواړو په کابل کې. تقاضا مندم دا تغییر راسته تصمیم اساسی و بنیادی بگیره که دوباره نظارت به شورای ولایتی داده شوه. بر بنیاد قانون انتخابات، شوراهای ولایتی حق نظارت بر کارکردهای نهادهای دولتی را دارند. این تعدیلات پس از تایید مجلس سنا برای توشی بر رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از رد شدن 10 نامزد وزیر ناخشنود است. سخنگوی این ریاست میگوید که اعضای مجلس باید بر بنیاد شایستگی و کارایی به نامزد وزیران رأی میدادند. با این هم این تصمیم نهایی است و حکومت چهره های تازه را به مجلس معرفی خواهد کرد. مجلس نمایندگان برای 1.5 ماه به تعطیلات زمستانی رفته و حکومت باید تا برگشت نمایندگان از این تعطیلات انتظار بکشد. صالح سادات گزارش میدهد. پس از ماها انتظار بخشی از اعضای کابینه از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت، اما رد شدن 10 نامزد وزیر ناخشنودی حکومت را به بار آورده است. سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که حکومت وحدت ملی به این اصل پابند است که کارها و مسئولیتهایش را در هماهنگی با شورای ملی انجام دهد، اما مجلس نمایندگان نیز باید همکار حکومت باشد. پارلمان طوری تصمیم گرفت که اگه دیر تایید کرد و اگه دیر هم تایید نکرد، اگه دیر نتونستن اعتماد پارلمان را به دست بیارن، ما از این تصمیم راضی نیستیم، ولی به هر حال حق قانونی پارلمان افغانستان بود و به تصمیمشان احترام میگذاریم. رد شدن 10 نامزد وزیر به ویژه بی وزیر ماندن وزارت های کلیدی مانند وزارت دفاع ملی نگرانی های را به میان آورده است. به گفته شمار از آگاهان، بررسی نشدن دقیق برنامه های نامزد وزیران از سوی مجلس نمایندگان سبب شد تا بسیاری از وزارت های کلیدی رأی نیاورند. و جای تاسف دارد که کشور با این مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم، نماینده های محترم نتوانستن یا نخواستن برنامه های نامزد وزیران مورد نقد و بررسی قرار بدن و متاسفانه برنامه ها نبود که مورد سنجش قرار گرفت، بلکه روابط و نام ها مورد رأی قرار گرفت. به گفته این آگاهان، هرچند رأی دادن به وزیران کلیدی مانند وزیر امور خارجه، داخله، مالیه و نامزد رئیس امنیت ملی یک گام به پیش است، اما رد شدن نامزد وزیران دیگر به ویژه در بخش اقتصاد بر اوضاع شکننده اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت. بر جلوگیری از این، هرچه زودتر باید دولت افغانستان وزارتخانه سکتوری را
از لحاظ کادر و پرسونل و از لحاظ رهبری و مقام وزارت باید اکمال بکنند. آمادگی مخالفان مسلح دولت برای عملیات‌های بهاری و نداشتن وزیر جنگ در چنین اوضاع از نگرانی‌های دیگر است که آگاهان به آن اشاره می‌کنند. در راستای مبارزه با توریسم، کمبود پست وزارت دفاع یا نبود یک وزیر دفاع میتونه بسیار چالش برانگیز باشه. تعطیلات زمستانی مجلس نمایندگان 45 روز به درازا میکشد. پس از آن اگر حکومت چهره های تازه را به مجلس نمایندگان معرفی کند، چند روز دیگر را نیز بررسی سند های تحصیل و چانه زنی ها در بر میگیرد و به نظر میرسد که دو سوم کابینه تا دو ماه آینده وزیر نخواهد داشت. گروه از زندانیان مرکز تربیت و اصلاح نوجوانان در ولایت کندهار بر زندان زنانه یورش بردند و بر 4 زندانی زن تجاوز کردند. شمار از اعضای شورای ولایتی کندهار تجاوز بر 2 زندانی زن را تایید می کنند و بگویند که این نخستین بار نیست که بر زندانیان زن تجاوز می شود. کمیسیون حقوق بشر کندهار نیز این رویداد را تایید کرده. منابع به تلونیوز میگویند که چهارشنبه شب هفته پیش 13 جوانی که در مرکز تربیت و اصلاح نوجوانان زندانی بودند خودشان را به زندان زنانه کندهار رساندند و پس از گروگانگیری زندانیان بر 4 زندانی زن تجاوز کردند. شمار از اعضای شورای ولایتی کندهار نیز تجاوز بر زندانیان زن را تایید میکنند و میگویند که مقام های محلی این ولایت تلاش کردند تا این رویداد را پنهان نگه دارند. په ګروګانی ویلو په خونه کې ورسره و اتا تر 12 بجو پورې تقریبا دا په خونه کې ورسره و. نو هغه ال دا فاسده اداره مشتم نوایي دا یواز دا ځل دی دا بار بار دا تکرار سوی دی او د دې وخت ماشومان باندې بیخي ماشومان باندې تیرې سوی دی او دا فقط کې زوري دون کې پیښه ده چې سوی ده. هرچند مقام های امنیتی این ولایت نخواستند در این باره چیزی بگویند، اما کمیسیون حقوق بشر ولایت کندهار میگوید که آنان پس از چندین ساعت این رویداد را از زبان مقام های امنیتی شنیدند. این حادثه قابل بحث بود، یعنی حادثه در بنیاد خود برای ما امنیت حقوق اطفال حوزه قابل تشویش است. پر دیر کم وقت که امنیتی ارگانون را راغلل دی ما بس دیگنه دی اوزینه بلاخره خپل امر صاد امنیت کماندانی دی امنیت را ورسیده. هغه واسه یغن جونم تقریبا دست به نیم ساعت به دقیق راوی استلی. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که رئیس عمومی مرکز های اصلاح و تربیت جوانان در باره آمدن بهبود در این مرکز ها به رئیس جمهور گزارش داده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت زابل 23 تن جان باختند و 31 تن دیگر زخم برداشتند. مدیر ترافیک زابل میگوید که این رویداد پیش از چاشت امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل هنگام رخ داد که یک موتر مسافربری با یک موتر نفت کش تصادم کرد و وضعیت بهداشتی شمار از زخمیان این رویداد را خوب نمیداند. غفور صبوری گزارش میدهد. مقام های محلی زابل میگن که رویداد پیش از چاشت روز پنجشنبه پس از آن رخ داد که این موتر مسافربری از کابل به سوی کندهار در حرکت بود و در این روستا با نفت کش تصادم کرد. دریوش کسان مونگه شهیدان لرو چه پیغی که 5 خویندی دی زنانه شهیدانی لرو او سلور ماشومانان هم پده که شامل دی او تقریبا 1 درش کسان زخمیان لرو چه پده که هم ماشومانان زوانان سپینگیری طول شامل دی. مقام های محلی ولایت زابل علت وقوع این رویداد را بی‌پروایی رانندگان می‌دانند. والی زابل میگوید که یکی از این رانندگان در این رویداد جان باخته. راننده دومی که زخم برداشت است در قید نیروهای امنیتی به سر می‌برد. نهادهای آموزشی ارتش ملی تا جای پیش رفتند که دیگر نیاز به آموزگاران خارجی ندارند. رئیس دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم با تاکید بر این مطلب بگوید که این دانشگاه تمامی زمینه های تحصیلات عالی را برای افسران ارتش ملی فراهم می سازد. در همین حال فرمانده عمومی اکادمی نظامی نیز از حضور آموزگاران با تجربه و ظرفیت های بلند آموزشی در این اکادمی سخن می زند. راتب نوری گزارش می دهد. دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم بزرگترین نهاد آموزش و پرورش افسران ارتش ملی در افغانستان است. این دانشگاه 7 مؤسسه تحصیلی دارد. ما فراهم کننده تحصیلات عالی و ارتقای ظرفیت به اردوی ملی افغانستان هستیم. از این میان اکادمی نظامی یکی از بزرگترین شاخه های این دانشگاه است. این اکادمی در واقع از اکادمی نظامی ایالات متحده که به نام وست پوینت یاد می شود الگو برداری شده است. اکادمی نظامی 2150 دانشجو دارد و 31 دانشجوی دختر در میان آنان. اگر ضرورت شود ما در ظرف 1 ساعت
ما میتونیم که 2150 محصل خود با تجهیزات محاربوی مجهز بسازیم. پس از مبدل شدن دانشگاه حربی به اکادمی نظامی در چارچوب دانشگاه دفاع ملی، نصاب تدریسی این اکادمی نیز گسترده تر شد. دانشجویان این اکادمی اکنون در 6 رشته دانش‌های غیر نظامی، مهندسی، ساختمانی، انجینری عمومی، کامپیوتر ساینس، زبان و فرهنگ، حقوق، اداره و رهبری و 9 رشته نظامی پیاده، زرهدار، مخابره، توپچی، کشف و استخبارات، تدارکات، مالی، مهندسی نظامی و هوایی برای 4 سال آموزش می‌بینند. امیدوار به این هستم که شاید باشد آینده وضعیت افغانستان بهتر شود. هر دانشجوی این اکادمی در کنار دانش‌های غیر نظامی ناگزیر است که در سال سوم دانشجویی‌اش یکی از رشته‌های نظامی را نیز برگزیند. تا هنگامی که فارغ می‌شود، از یک سو لسانس دانش‌های غیر نظامی باشد و از سوی هم یک نظامی نیرومند و آماده نبرد. دیگر نیازی به آموزگاران خارجی در این نهاد دیده نمی‌شود و هیچ آموزگار و مشاور خارجی هم حضور ندارد. بر این دانشجویان نظامی هنگام آموزش‌ها اندکترین رحمی نمی‌شود، زیرا از همین اکنون باید آماده ایستادگی در میدان‌های نبرد شوند. روزانه کم از کم باید 20 کیلومتر با 37 کیلوگرم بار بر پشت پیاده گردی کنند. هر قدری که عرق اینا در میدان درس و در میدان اکادمی نظامی اجرا کنند، همه قدر خونریزی از اینا در میدان محاربه کم است. این هم برای احتیاط. 200 تن از دانشجویان هر روز سرتاپا مجهز و آماده واکنش سریع در صورت نیاز هستند. وجود زمینه‌های آموزشی بهتر تنها راهی است که می‌تواند ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان را افزایش دهد. دانشگاه دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم یگانه جایی است که به این پیمانه گسترده نیروهای ارتش ملی را با تمامی زمینه‌های آموزشی مجهز می‌سازد. راتب نوری، تلو نیوز. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل ایران، سوریه و لبنان را بعد از داشتن در حمله بر یک کاروان نظامی اسرائیل متهم می کند. پس از آن که دیروز در یک حمله گروه حزب الله 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند و 7 تن دیگر آنان زخم برداشتند، بنیامین نتانیاهو می گوید که ایران، سوریه و لبنان در این حمله دست داشتند. نگرانی‌ها درباره آغاز یک جنگ خونین دیگر میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان یک بار دیگر افزایش یافته‌اند. نخست وزیر اسرائیل هشدار می‌دهد که عاملان و سازمان دهندگان حمله بر یک کاروان گشت زنی اسرائیل بهای سنگین خواهند پرداخت. در این حمله 9 سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدند. هر آن کسی که در پشت این حمله است بهای کامل را خواهد پرداخت. ایران از طریق حزب الله از چندی بدین سو در تلاش است تا یک جنبه هراس‌افکنی دیگر در بلندی‌های جولان در برابر ما ایجاد کند. ما در برابر این تلاش نیرومندانه و مسئولانه اقدام می‌کنیم. حکومت لبنان و رژیم بشار الاسد از بهر اینکه به هراس‌افکنان اجازه به کارگیری قلمروهایشان را دادند، مسئول پیامد اقداماتمان خواهند بود. جویان حزب الله دیروز یک کاروان نظامی اسرائیل را در منطقه اشغال شده شیعه در نزدیک مرز لبنان آماده موشک ها قرار داد. حمله ای که به گونه روشن انتقام کشته شدن 5 عضو حزب الله و یک جنرال ایرانی در یک حمله هوایی در بلندی های جولان سوریه گفته می شود. اسرائیل در پاسخ به آن نزدیک به 50 گلوله توپ به قلمرو لبنان شلیک کرد که در نتیجه آن یک نگهبان اسپانیایی سازمان ملل کشته شد. خشونت های روز چهارشنبه پس از جنگ سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله مرگبارترین خشونت ها گفته شده اند. ادامه خبرها لحظات بعد. ادامه خبرها. ترازوی تناژ بلند در بندر تورخم با سرچشمه فساد در ولایت ننگرهار مبدل شده است. شمار از رانندگان موترهای باربری میگویند که مسئولان ترازوی تناژ بلند تورخم در بدل پول معین به آنان پارچه های سفید میدهند و در برخی از حالات وزنه های زیاد را در این پارچه ها
کم می نویسند. در همین حال سرپرست ولایت ننگرهار نیز وجود فساد را در ترازوی تناژ بلند ترخم تایید می کند. بیروی ساحل از ولایت ننگرهار گزارش می دهد. ترازوی تناژ بلند در شهرهای ترخم که برای جلوگیری از اضافه بار موترهای باربری به کار انداخته شده است، اکنون به یک سرچشمه فساد در این ولایت مبدل شده است. شمار از رانندگان با شکایت از مسئولان این ترازو میگویند که آنان بدون در نظر داشتی این که موترها اضافه بار دارند یا نه، هزار موتر باربری تا 20,000 افغانی میگیرند. فقط 10,000 روپیه مان آغاری با ترازو که من دومره مزدوری نه نشه لکه ترازو ولا چی خرید. پک درشتن وزن دی او دا دو گاڑی وصلته سر کړی دین نو زنه پویګم چې دا وزن زیافت خدا شپک درشتن از منم دا وزن دی. اما مسئولان ترازوی تناژ بلند در بندر ترخم این گفته ها را رد میکنند. کلاس یو تن اضافه کی کنه 3000 افغانی جریمه پیرازی سکل دو تن کی 2000 افغانی جریمه پیرازی. در امین ال سرپرست ولایت ننګرهار نیز وجود فساد را در ترازوی تناژ بلند ترخم میپذیرد. ما تنور شکایت نه هم راغلی کمی پیسې چې د زمنګ د مامورینو په واسطه باندې دولت ته تعویلیږي دا د هغه وعدونو چې محاسبه شوې ده دا ډېرې کمې دي. یعنې د دې 3-5 برابر حتی 10 برابر پیسې شخصي جبون ته ځي. این در حالی است که وزارت فواید عامه بارها گفته است که برای جلوگیری از تخریب زود هنگام شاهراهای کشور ترازوهای تناژ بلند را به گونه جدی نظارت می کند. اما دیده می شود که وزارت فواید عامه به این گفته هایش عمل نکرده است و با رفت و آمد موترهای اضافه بار برای شاهراهای کشور این شاهراها به زودی تخریب خواهند شد. و بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می کند. آقای رسا. تشکر. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با عرض سلام. افغانستان چانس حضور مستقیم در جام جهانی 2019 کرکت را به دست آورد. شورای جهانی کرکت میگوید که افغانستان و ایرلند این فرصت را دارند تا در جریان 4 سال آینده همانند کشورهایی که عضویت دائمی این سازمان را دارند به جام جهانی راه یابند. در همین حال بورد کرکت کشور میگوید که تیم ملی کرکت کشور برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای جهانی کرکت باید در 4 سال آینده دیدارهای زیاد را برگزار کند. شورای جهانی کرکت میگوید که پس از جام جهانی سال 2015 میلادی استرالیا برای تیم ملی کرکت افغانستان شرایط برگزاری دیدارهای زیادی را با تیم‌های عضو دائمی شورای جهانی کرکت فراهم خواهد کرد. بورد کرکت کشور نیز میگوید که افغانستان تاکنون نزدیک به 80% عضویت دائمی شورای کرکت را به دست آورده است. رضایت خوشحالی زیاده چه رپورت چه مکت اف تی پی ICC مونگ تا اعلان که چی تاسی به FTP که شامل سوی. اما اگر افغانستان عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را به دست آورد چه سودی برای کرکت کشور دارد؟ مونگ با میدانون پا نړیوال میار بانده جوده و مونگ با کوچ از ترین که و مونگ با کوریتران یا در پیچونه چی جوده وی یا روزون کی او یا سکوراران دا با ترین که و در همین حال مسئولان سفارت استرالیا در کابل که ملی پوشان کرکت را برای عصرانه دعوت کردند با ستایش از دستاوردهای تیم ملی کرکت کشور به ادامه کمک‌هایشان به کرکت کشور تاکید می‌ورزند. شما باید با اتحاد، ایستادگی و بازی‌های درخشان در کنار هم افتخار بیافرینید. شما نماینده‌های پر افتخار افغانستان هستید. تیم ملی کرکت کشور روز جمعه رهسپار استرالیا خواهد شد. ملی پوشان کرکت کشور در نخستین دیدارشان در رقابت‌های جهانی استرالیا 29 دلو ماه روان میلادی در شهر کانبرا به مسافه بنگلادش خواهند رفت. بارسلونا با پیروزی در برابر اتلتیکو مادرید به دیدار نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا صعود کرد. در این دیدار برای بارسلونا نیمار 2 گل و میراندا 1 گل به خودی به ثمر رساندند و فرناندو توریز در دقیقه اول و راول گارسیا در دقیقه سوم برای اتلتیکو مادرید گلزنی کردند. بارسلونا که در بازی رفت در نیوکام 1-0 پیروزی رسیده بود در دور برگشت در ورزشگاه خانگی اتلتیکو مادرید 3-2 از صد اتلتیکو گذشت و در مجموع با نتیجه 4-2 به برتری دست یافت. همچنان با تلو نیوز و تلو باشید. خدا نگهدار.